همکارانم احمد صمدی از برلین و علی کاظمی از مسکو همراه ما هستند. به برلین میریم. احمد، با تو آغاز میکنم. کشورهای غربی این بار در شورای حکام به جای قطعنامه بیانیه صادر کردند. علت این کار چی هست و با توجه به اظهارات جوزف بورل که گفته نسبت به پیشرفت در مذاکرات خوشبین نیست، چه پیش بینی میشه از روند آتی احیای برجام داشت؟ خب فریبا، ببین، اینکه کشورهای اروپایی نخواستن که قطعنامه‌ای رو صادر بکنن، یکیش میتونه به این خاطر باشه که به هر حال نمیخواستن که وضعیت رو جمهوری اسلامی ایران با صدور قطعنامه تنش به سمت تنش بکشونه و تا همین الان هم از اینکه تعهدات برجامی خودش رو انجام نمیده و در واقع از خطوط قرمزی که تعیین شده در برجام عبور کرده، خب کشورهای اروپایی نگران هستن و بر همین اساس هم بیانیه‌ای رو صادر کردن که هدف دوم اون در واقع یک نوع اجماع سازی هستش. دیدیم که امروز با صدور این بیانیه 56 کشور که عضو سازمان بین الملل انرژی اتمی هستند به اون رأی در واقع اون تایید کردن. 23 عضو شورای حکام و 33 عضو سازمان بین الملل انرژی اتمی، و این نشون میده که کشورهای غربی به دنبال این هستن که در صورتی که دیگر مشکلاتشون فروکش بکنه، حتما با اجماع سازی که میکنن برخورد محکمتری رو با جمهوری اسلامی ایران خواهند کرد. با این حال، خب دیدیم که ایالات متحده هم اعلام کرده که پاسخهایی رو که لازم بوده به جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده، اما خود مقامات ایالات متحده هم در واقع هنوز مطمئن نیستن که بتونن که این برجام رو احیا بکنن، چرا که اعلام کردن با وجودی که پاسخ‌ها رو دادن، اما اون چه که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده قدمی به عقب بوده. و بر همین اساس هم می‌بینیم که آقای جوزف بورل که در واقع هماهنگ کننده برجام هست و بسیار خوشبین بود که بتونه با طرحی که ارائه کرده نظر ایران و ایالات متحده رو به هم نزدیک بکنه، اما او هم اعلام کرده که ناامید شده و دیگه نمیتونه به این فکر بکنه که در آینده بتونه که برجام رو احیا بکنه. اجازه بدید به مسکو بریم و در مورد نشست شانگهای هم گفتگویی داشته باشیم. علی، رؤسای جمهور روسیه و ایران در دیدارشان در نشست شانگهای درباره چه مواردی صحبت کردند؟ آیا پوتین و رئیسی درباره برنامه هسته‌ای ایران هم گفتگو کردند؟ بله فریبا، در ابتدا پوتین ابراز خرسندی کرده از اینکه ایران داره عضویت شانگهای کسب میکنه، ولی باز هم چون که خودت هم در خبر گفتی هنوز گفته که مراحلی باقی مانده تا کاملا عضو شانگهای شوه. از همکاری های زیاد بین مسکو و تهران گفته، در بخش فناوری و صنایع گفتن که همکاری ها و یک قرارداد بلند مدتی را آقای پوتین گفته که قرار است که با ایران داشته باشیم. از سفر 80 شرکت بزرگ روسی در هفته آینده یاد کرده که بیشتر گفته میشه در بخش فناوری نفت، گاز و همچنان صنایع خودروسازی باشه تا گفتن که بتونن روابط داشته باشن. در مورد برجام هم در حالی که آقای رئیسی در مورد برجام صحبت کرده با پوتین، پوتین زیاد در مورد برجام صحبت نکرده، ولی گفته که روسیه در کنار ایران در سازمان‌های بین‌المللی و همچنان برنامه‌های بین‌المللی حمایت خواهد کرد، در کنار ایران خواهد بود، و در اکثر موارد گفته که مواضع مسکو و تهران در برنامه‌های بین‌المللی با یکدیگر نزدیک است و منطبقت دارد. ممنونم علی کاظمی از مسکو و احمد صمدی از برلین.